گرمایی طاقت فرسا تمام اروپا، آمریکا و کانادا را در نوردیده و ایران را هم گرفتار کرده است. طی روزهای آینده در بیشتر مناطق ایران روند تدریجی افزایش دما تا 50 درجه پیش بینی می شود. به گزارش همکارم در رابطه با پدیده گرما که این روزها بسیاری از کشورها از جمله ایران را در بر گرفته توجه فرمایید. 489 هزار نفر در دنیا به دلیل گرما در هر سال جان خود را از دست می دهند که 45 درصد این موارد در کشورهای آسیایی و 36 درصد آن در کشورهای اروپایی اتفاق می افتد. گرمایی طاقت فرسا تمام اروپا، آمریکا و کانادا را در نوردیده و ایران را هم گرفتار کرده است. طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشور روند تدریجی افزایش دما تا 50 درجه پیش بینی می شود. استان تهران طی 3 روز آینده با گرمترین روزهای خود روبروست. اوج گرما نیز طی روزهای شنبه و یک شنبه با درجه دمای 41 درجه خواهد بود. دمایی که به گفته کارشناسان با رکورد شکنی به بحرانی ترین حالت می رسد و می تواند جان برخی از مردم را بگیرد. متوسط دمای ایران طی سالهای اخیر نسبت به سالهای قبلتر گرمتر است و این نشان می دهد که اقلیم سرزمین ایران یک فرایند گرمایشی را طی می کند. احد وظیفه رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور چندی پیش با بیان اینکه روند گرمای هوا در ایران دو برابر جهان است اعلام کرد که در حال حاضر دمای هوای جهان بیش از یک درجه نسبت به عصر انقلاب صنعتی افزایش پیدا کرده و این در صورتی است که ایران طی 50 سال گذشته 2 درجه گرمتر شده است. با افزایش دما، شدت تبخیر و تعرق دریاها، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی هم بیشتر می‌شود و همین مسئله ضمن کاهش ذخایر آبی تقاضا و نیاز به آب را افزایش می‌دهد. این تقاضا در تمام ابعاد مطرح است. مثلا در محیط زیست، درختان و گیاهان در هوای گرمتر برای اینکه خشک نشوند و به حیات خود ادامه دهند، نیاز به آبرسانی بیشتری دارند. در جوامع انسانی نیز با گرمتر شدن هوا، تقاضا و میل به افزایش مصرف آب در بین افراد به طرق گوناگون اعم از استحمام و آشامیدن افزایش می‌یابد. این چرخه کمبود عرضه و ازدیاد تقاضا سبب محدودیت دسترسی به آب می شود و خشکسالی را تشدید می کند. با توجه به روند افزایش دما و با استناد به پیشبینی های کارشناسان احتمال قوی بر این است که ایران پاییز کمبارشی پیش رو داشته باشد.